بنام خدا. سلام بر شما، با برنامه امشب نگرش خوش آمدید. شماره از نهادهای ناظر بر انتخابات میگن که نصب استیکر در عقب کپی تذکره در ارگ ریاست جمهوری گرفته شده است و این تصمیم ارگ مداخله آشکار در کار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میباشد. از طرف دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این تصمیم در مشوره با احزاب و نهادهای جامعه مدنی گرفته شده است. و اما شمار از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان میگن که با اخذ این تصمیم نباید انتظار انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری را داشته باشیم. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم. چگونگی برگزاری انتخابات همواره نگرانی های جدی را برانگیخته است و کارشیوه های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری این روند گنگ دانسته می شود. نصب استیکر در کپی شناسنامه ها انتقاد شمار از نهادهای ناظر را برانگیخته است. تصامیم متاسفانه ارگ محور هست یک مقدار و بجای از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات به روی پروسیجرها یا پروسه انتخابات تصمیم بگیره، متاسفانه تصامیم جای دیگه گرفته میشه که نباید گرفته شد. ماده 19 قانون انتخابات هر نوع تغییر در راهکارهای انتخاباتی را از صلاحیت کمیسیون انتخابات دانسته است. پس درخواست نصب استیکرها در شناسنامه ها از سوی حکومت خلاف قانون دانسته می شود. کمیسیون انتخابات در مورد نصب استیکرها چنین ابراز نظر می کند. در جلسات متعددی که در هر هفته برای حمایت از انتخابات توسط دولت و جامعه بین المللی شرکت دو میکنن، این مسئله بوده و افراد درجه یک کشور چون دکتر عبدالله دانش صاحب بالاخره در آخرین جلسه خود دکتر صاحب اشرف‌غنی هم این مسئله را مطرح کردن، پس از چند منبع این مسئله یاد شده بود، بالاخره کمیسیون تصمیم خود گرفت. ریاست جمهوری میگوید در کار کمیسیون انتخابات مداخله ندارند. ولسمشر واضح هدایت ورکړی دی چې هیڅ مقام په شمول د ولسمشر د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي. با این حال شهروندان نسبت به این روند بی باور هستند. نظر به می اوضاع فعلی که میبینیم مردم علاقمندی خاصه به خاطر ثبت کردن نامای خود به خاطر اشتراک در انتخابات ندارن، چون دولت نمیتونه که جان شهروندان خود که مثال در محلات به خاطر رای دادن یا ثبت نام میرن. همینجرا فعلا چند بار خود تانم شاهد هستیم، در آسان هم دیدیم که چند بار شاهد حادثات دلخراش انتحاری و انفجاری بودیم. کس دیگه طرف از دفترها نام در جای انفجار انتحار مردم کشته شد، خونش ریخت. روند انتخابات با آغاز ثبت نام رای دهندگان نگرانی را پیش آورده است و شهروندان از کمیسیون می خواهند که برای بیرون رفت از چالش های انتخابات تلاش های سودمند را روی دست گیرند. سلام مجدد، برنامه بحث ما خوش آمدید. مهمانان من در بحث آقای محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، آقای رحمت الله بجنپور، آگاه سیاسی، و آقای عبدالمعین معین، عضو شورای رهبری محور مردم افغانستان. مهمانان گرامی سلام، به برنامه خوش آمدید. آقای ایوبزاده، بحث میخوایم با شما آغاز کنیم. ارزیابی شما از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات حالا یا تصمیم ارگ ریاست جمهوری چی است؟ اینا خواستن گفتن که ما در عقب کپی تذکرای شهروندان ما همچنان میتونیم استیکر نصب کنیم. سوز تشکر سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همچنان میهمانان گرامی. در رابطه به این مسئله باید گفت که ما انشاءالله فردا بخیر یک برنامه بزرگ داریم و یافته های خود شریک میکنیم با ملت افغانستان در مورد طرح حکومت و تحمیل آن بالای کمیسیون مستقل انتخابات، و انشاءالله که ارائه یافته های ما وضعیت روشن میکنه و حداقل ملت در جریان قرار میگیره که ما برداشت ما و یافته های نظراتی ما از وضعیت کنون انتخابات چی هست. نخیخ. اما برای فعل هن آنچه که ما دریافتیم است که با تاسف نه حکومت نه کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون نتانسته یک آسیب شناسی کنه و چالش ها را شناسایی کنه و دلیلی که چرا مردم نتانسته حضور گسترده داشته باشد در پروسه ثبت نام رای دهندگان در 34 ولایت کشور، اینا آسیب شناسی نکردن، چالش ها را شناسایی نکردن و بدون اینکه بیان با اون نتیجه آسیب شناسی رفتن یک طرحی را که خوششان آمد و علاقه مندی بهش داشتن و به یک نحوی تعدادی از مشاورین کارکشته و یا کارناکشته در ریاست جمهوری همچون مشوره را ارائه کردن، اینا زودتر عجولانه تصمیم گرفتن و بدون اینکه بفهمند که واقعا میتونه مؤثریت داشته باشه یا خیر. هر آنچه که ما دریافتیم در طول یک ماه گذشته از یافته های نظارتی ما 34 ولایت افغانستان همین بود که چند فاکتور مشخص
شناسایی شد که چرا مردم تا اکنون نتانسته حضور گسترده در پروسه داشته باشد. فاکتور اولی فاکتور بی‌اعتمادی بوده نسبت به پروسه، نسبت به ساختار، نسبت به کارکرد حکومت، نسبت به کارکرد پارلمان و حتی نسبت به کارکرد ساختارهای منتخب. مردم بی‌باور هستند، گذشته خوب ندارن این ساختارها و مردم زیاد خوشبین نیستن، پاسخگو نبودن، پس پاسخگویی متاسفانه مطرح نبوده و به همین دلیل یکی از فاکتورها بوده که مردم علاقمندی نگرفته برای به طرف مراکز ثبت‌نام خود ثبت‌نام کنه. مسئله دوم هرچند که بسیار مهم است، مسئله آگاهی دهی است که آگاهی دهی صورت نگرفته از محلات یا موقعیت های مراکز ثبت نام و در ضمنی که اسنادی که نیاز است اینا برن به طرف ثبت نام رای دهندگان، بیشتر مردم در جریان قرار نبودن و مصروف کار زندگی روزمره خود بودن. در حالی که بودجه هم در اختیارشان قرار داشت. دقیقاً آگاهی دهی بسیار اندک بوده که نتونسته تاثیرگذار باشه و مسئله داشته باشه در تشویق مردم در سطوح مختلف. مسئله مهم دیگر آنچه که ما دریافتیم بحث سنت های ناپسندیده هست که بیشتر برمیگرده بر مشارکت گسترده خانم ها در سطح ولسوالی ها و ولایتی که اونجا بیشتر سنت های ناپسندیده حاکم هست که اجازه نمیدن خانم های خود که بیرون از خانه برن و ثبت نام کنن، بلکه یکی از مسائل دیگر. مسئله بعدی آنچه که ما دریافتیم این بوده که احزاب سیاسی، اکثر احزاب سیاسی و ساختارها با شوق و علاقه و با این که به عنوان بهترین بازیگر انتخابات هستن نقش خود ایفا نکردن برای بسیج کردن مردم که میتونستن اینا حامیات دارن، مثلا مسئولین دارن در سطح ولایت، از طریق از اونا میتونستن حامیات خود تشویق کنن تا اینکه برن به طرف ثبت نام. مهمین عامل دیگه که ما دریافتیم است که تعدادی از ساختارها و پارلمان افغانستان و تعدادی از افراد در کنار رئیس جمهور، رئیس اجرایه، اینا بیشتر تلاش کردن که تخریب کنن پروسه را و یک نوع ذهنیت ها را ایجاد کردن که مانع مشارکت گسترده مردم در پروسه انتخابات شد. مثلا چه نوع فعالیت ها را اینا انجام دادن که بالاخره تخریب شود این پروسه؟ فقط یک نمونه شد میخوایم با شما شریک کنم. یک نمونه شی است که مثلا بیشتر بحث ناامنی را دامن زدن. درست است که در کشور ما ناامنی هست، کشور ما شکار جنگ‌های استخباراتی منطقه و دنیا هست، سال هاست که ناامن است و تامین امنیتش در 24 ساعت هم ممکن نیست، حتی رفتن به طرف انتخابات ما نمیتونه امنیت سرتاسری تامین کنه و در ظرفیت حکومت هم وجود نداره که واقعا امنیت سرتاسری تامین کنه. پس واقعیت آمدن بیان کردن بر اساس گزارش بیشتر از 30 مرکز رایدی ثبت نام با مزارت توتیه در قالب واقعیت اینا خواستن رای کنن. بس میخوایم بس همین مسئله تذکره را برتون بگویم، برچسبی که بر تذکره زده میشه. شما اگر برین از تمام شهروندان پرسان کنین، ما گزارشات به دست آوردیم، چندین مصاحبه انجام دادیم با مردم ما در سطوح مختلف، وقتی که اینا اول سفر میکنن اکثرا تذکره اینا به خود انتقال نمیدن. دقیق چگونه میتونه از نقطه نظر امنیتی یک خطر برشون باشه؟ دوم این که وقتی که اینا سفر میکنن من کارت های دیگه میداشته باشه. سیمی که اگر امروز اینا را راجستر نکنن پس در روز انتخابات چی خواهد شد؟ آیا میرن به محلات و مراکز میتونن اشتراک کنن؟ چهارم این که واقعا اگر بحث ای واقعا بسیار یک امنیت ناامنی جدی در امنیت بسیار جدی است، یک خطر هست، پس هیچ نیاز نیست که ما بیفتیم به طرف انتخابات. در کنار دیگر یک توطئه دیگری که اینا دامن زدن همین کسایی که انتخابات نمیخوان، توطئه ای است که پیش از پیش میگن حکومت وکیلای خود داره، کمیسیون مثلا بیشتر نفر را وقت انتخاب کرده که کیا انتخاب شه، یا با یک نوی توطئه میکنن که خارجی ها تصمیم گرفته که کیا به عنوان وکیل در ولایت برن، یا توطئه دیگه که اینا وکیلایی که فعلا هستن پیسه دارن، پیسه توزیع کردن 10 میلیون و 5 میلیون دیگه نیاز نیست که مردم به طرف صندوق ها بره یا به طرف پروسه ثبت نام راجستر کنه. اینی عوامل و موانع سرای پروسه، اما با تاسف از اینکه کمیسیون ما ای حکومت و چند تا مشاورینی که اصلا بیرون از اتاق خود نمیبرن، اینا مشورهشان این بود که برن برچپ زدن در کاپی تذکره متاسفانه فساد زمینش بیشتر میکنن، تخلف زمینش بیشتر میکنن از اینکه به عنوان یک راه حل مؤثر برای مشارکت مردم در پروسه باشه. یک موضوع دیگر باید در نظر داشته باشیم، شما چند لحظه پیش اشاره کردین در و تحمیل آن از طرف ریاست جمهوری بر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. ما شاهد بودیم که یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آمد و گفت که ما این تصمیم در هماهنگی و مشوره با نهادهای مدنی و احزاب سیاسی گرفتیم. من کاملا رد میکنم، البته نهادهایی که نهادهای ناظر دارن که وابسته به حکومت است متاسفانه از حکومت آب میخوره. جامعه مدنی حکومتی
جامعه مدنی حکومتی یا تا نهادهای ناظر حکومتی را باید روشن کنیم، تفکیک شد که مردم دیگه چیز فکر نکنه. اما تیفا که من نمایندگی میکنم مسئولش هستم و برای ما اعتماد کردن اعضای رهبری، به هیچ قیمتی ما مشوره ازیره ندادیم که از تذکرهای کافی استفاده شد، چون ما تکنیکی کار کردیم، در هفت کشور رفتیم انتخابات نظارت کردیم و بیشتر از 11 سال عمر ما میشه، به هیچ قیمتی این مشوره ندادیم که باعث بدبختی و بحران انتخاباتی در افغانستان شد. تشکر. آقای بیژنپور، یکی از سخنگویان ارگ گفته که وقتی گفته شد که استیکر در تذکره نصب میشود اعتراض کردند که این کار مانع مشارکت مردم میگردد. بعد برای رفع نگرانی های کمیسیون فیصله کرد که در کپی تذکره هم اجازه است تا استیکر نصب شود. دوباره شروع کردند که این کار سبب تقلب میشود. دقیقا این متن و این گونه پیام از ارگ ریاست جمهوری مبین چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من از سلام دارم خدمت شما بینندگان و کسب جزو میکنم از جناب آقای معین هم تطبیع ابزاد است. ببینید، وضع کاملا واضح است. چیزی که دلخواه آدم نیست به هزار به اصطلاح روی کرده سخن میتوان از او طفره رفت و به نحوی نپذیرفت. مسئله نبود اعتقاد برای که انتخابات شفاف از آغاز و ازل کار معلوم بود. ما از انتخابات گذشته که عبور کردیم، چالش های او مرحله اتفاقا در بحث های بسیار پر زرق و برق آمد در طرفین انتخاباتی، که ما در آینده ها کوشش بکنیم که روند انتخابات واضح باشه، شفاف باشه، حالا انتخابات ریاست جمهوری باشه یا پارلمان یا هر سیستم دیگری انتخابات. انتخابات نفسش همون یک روش و شیوه است. انتخابات تنها دلیلی بود که ما ممارست میکنیم برای به اصطلاح رفتن به جلگه دموکراسی و به اصطلاح به یک نحو اختیار چلانی به قول عوام. یعنی ما میخواهیم اراده مردم را در حاکمیت تسری بدیم و حاکمیت محصول او برخوردهای باشه که مردم، عام مردم در او مشارکت چون تامین شه. انتخابات یک شکل مشارکت است در حاکمیت. بحث مسئله ای است که ما میان انتخابات و یک سلسله اقدامات که از نظر دموکراتیک یا از نظر بینش های دموکراسی واقعا با هم سنخیت ندارن یک خط فاصل بکشیم. مسئله مشارکت در انتخابات یک حق شهروندی است، نه یک اجبار و نه یک استبداد و نه یک فرمان و فشار. کسی حاضر است که برای در انتخابات شرکت بکنه، باید دولت وظیفش این است که او را به قناعت برسانه، اقناع کنه او را که آقا تو حق شهروندیت است، به یک ترتیب ما زمینه سازی میکنیم که تو مشارکت کنی. وقتی شما در عین حال سعی میکنین که هم حق شهروندی را و هم به اصطلاح فرمان و فرمایشات صلاحیت حاکمیت و تسریش بالای مردم به یک نحوی که برخواسته از یک عادتی به اصطلاح گذشته است مشترک بسازین، در حقیقت شما ناکام هستین، نمیتوانین. پس ما نمیتونیم سنت با مدرنیزم یک جا. طبیعتاً هیچ سنتی با مدرنیته یک جا نمیخوانه، مگر اینکه شما یک عبوری به اسلام منطقی برش بدین، یعنی سنت نرم کنین تا بگذرین به طرف یک سلسله داده های جدید. شما اما در افغانستان ارگ ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات چگونه میخواهد کار کنه در این قسمت؟ ببینید، اول کمیسیون انتخابات که ایجاد شد، یک کمک چالش ها بر ایجاد کمیسیون وجود داشت. هر دو طرف به اصطلاح حکومت یا هر دو سر حکومت تلاششان این بود که ما یک تیمی به وجود میاریم که او یک تیم ملی باشه و کمیسیون ملی انتخابات داشته باشیم که قوانین تطبیق بشن. قانون اساسی که در انتخابات در اجرای کار دولت دچار بیچارگی است، قوانین دیگر در همون نظام های مربوطه دچار ناتوانی و انفعالیت هند. قانون انتخابات وجود داره. کمیسیون انتخابات اگر ملی است یا اگر به اصطلاح مردم به او قانع هستند، او بره خودش به اصطلاح در واقع کار خودش انجام بده. این در حقیقت کمیسیون باید ابتکارات را مطرح بکنه، با دولت هم جلسات مشورتی بگیره تا اینکه دولت قانع بکنه در باب او به اصطلاح کارشیوه هایی که اتفاقا در انتخابات مطرح است. اما مشخص بر پیامی که از ارگ ریاست جمهوری حالا نشر شده، وقتی گفته شد که استیکر در تذکره نصب می شود اعتراض کردن که این کار مانع مشارکت مردم می گردد. بعد برای رفع نگرانی های کمیسیون فیصله کرده است که در کپی تذکره ها اجازه است تا استیکر نصب شود. دوباره شروع کردن که این کار هم سبب تقلب می گردد. خب چرا؟ واقعا چون این چیز است؟ واقعا مردم چون این چیز را می خواهد؟ کی گفته که تقلب میشه؟ معاون سخنگوی ریاست جمهوری. بله.
آقای مرتضوی. بله. چون این چیز را بیان کرد. ببینید پس همون شیوه اساسی کدام است؟ این نهادها در افغانستان وجود دارن و شیوه ها را نظارت میکنن، روش ها را میبینن و سنجش های وجود داره. تجربیات انتخابات پیش ایوبزاده صاحب گفت که ما تجربیات لازم داریم در زمینه. این نهادها چقدر مشارکت کردن، چقدر تانستن تأمین بشه رابطه اینا در زمینه برگزاری انتخابات؟ هماهنگ کردن یک تبلیغات مذموم از طرف اقدامات مبهم از سوی دولت و بعد به اصطلاح تعجیز کردن کمیسیون انتخابات در روند کار، ای به مفهوم ای است که خب یک سلسله اراده ها از پیش مشخص است، یک کاری باید انجام بدن. هم مافیای موجود، حالا در پارلمان باشه، در حکومت است، در بخش های دیگری از یا ارکان دیگری نظام است، یا در بیرون است، در بازار یا مارکت آزاد، این شخصیت هم تلاش میکنن که امی روند موجود رشد بکنه، روندی که قوانین تطبیق نشن، ما تحت به اصطلاح فیلتر حکومت قرار نگیریم، یا نهادهای دیگر ما را نظارت نکنن و بعد هر آنچه لازم است انجام شود. اونا برای غیر قانونی بودن وضعیت و بحران تلاش میکنن که بحران توسعه پیدا بکنه، کما اینکه حتی حامیان بین‌المللی نیز در می روند است اکثریتش. بنابراین دولت نیز این روند را جان بخش میدانه برای خود که ابهامات بیارن، دلایلی را مطرح بکنن که بسیار زیاد مسئله قابل کنترل نباشه. خب شما روند کنونی را میبینین، گفتیم که حق شهروندی ماست، ما تذکره خود پشت شد باید نشانی نکنم. و طور مثال چرا وقتی سفر میکنین به ولایات شما تذکره تهدید است؟ شناسنامه وقتی تهدیدی ما باشه، ما از کجای دیگه مسئولیت کسب بکنیم؟ اما دقیقاً چند از پیش آقای عیب‌زاده گفت که اینا آسیب شناسی کردن و در نتیجه اینا دریافتن که کسانی که میخوان از یک ولایت به ولایت دیگر سفر کنند اکثریت نمیخوان یا تذکره را به خود انتقال نمیدن. خب ببینید مثلا نمونه مشخص، من کاملا موافق هستم، اما ترتیب است تذکره انتقال نمیده، از ترس انتقال نمیده، به دلیل اینکه خب در چشمه شیر رفتی بود، موتر توقف کرد و پرسیدن که آقا تذکره تا بده. خود تذکره نشانی شده، شما یا او را پنهانش کردین یا از خانه نبردین. اما آقای بژنپور، روند توزیع روند ثبت تذکره ها دقیقاً یک ماه میشه که آغاز شده. بله. قبل از اون اینا آسیب شناسی قسم کرده بودن، نتیجه آسیب شناسی شون نمی بود که اکثریت شهروندان وقتی که میخوان از یک ولایت به ولایت دیگر برن تذکره ها را به خود انتقال نمیدن. خب گفتید بحث ثبت نام یک ماه اخیر است که روی کار آمده، ممکن است چند ماه تکرار شود مثلا ثبت نام، به دلیل اینکه هنوز شما به 2 میلیون جمعیت نرسیدین در ثبت نام، معنیش است که بسیار تلاش کنین 1 میلیون دیگه ثبت میکنین، با 3 میلیون که شما در انتخابات نمیتونین بگذارین، یعنی نمیشه انتخابات کرد. مردم چرا علاقه نمیگیرن؟ من کاملا موافق هستم اینکه حکومت در یک فاصله از انتخابات گذشته تا امروز نتوانست رضایت مردم به صورت قسمان حتی تأمین بکنه و چیزی که رشد یافته بحران است و مشکلات است و فساد است و ناتوانی است و ناامنی است و ده ها مشکل دیگری که دمی روی زندگی و حیات مردم است. مردم با کدام انگیزه به سمت انتخابات میرن؟ با تبلیغاتی که ما میکنیم، یک تبلیغات بسیار زیاد ناکار آمد و پا در هوا، به خاطر ای که انتخابات چیزی خوبه سعی مردم شرکت کنین. خب مردم شرکت کنن به خاطر چی؟ نظام بسازن که اون نظام بدتر از پیشینه تر. و بعد به این در حقیقت ما یک کمی باید انصاف داشته باشیم در باب قضاوت بر وضعیت. در درون ارگ، در بیرون، از موقف رئیس جمهور شروع تا به موقف هر کسی که در انتخابات تاثیرگذار است، تلاش بر سر این داره که یک جای کار سست باشه و اراده خودش را تامین بکنه. بنابراین با این وضعیت نمیتوان از مردم انتظار داشت که روند انتخابات رو اونا نظارت کنند. بله، تشکر. آقای معین، شرکت شهروندان در پروسه ثبت نام متاسفانه قناعت بخش نبود. و اتفاق هم آمد دقیقا آسیب شناسی کرده، یکی از آسیب شناسی هایش همین بود که احزاب سیاسی و نهادهای سیاسی و در کل ساختارا نقش خود به صورت صحیح و درست شفا نکردند، مردم تشویق نکردند که برن به طرف پروسه ثبت نام. این نقد میپذیرین؟ شما هم دقیقا به نمایندگی از محور مردم افغانستان اینجا شرکت کردین و دایه بسیار بزرگ شما همچنان دارین، میپذیرین نقد و واقعا کمکاری خودم میپذیرین؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان گرامی. اگر قرار باشه که یک بحث جامع تری بکنیم در قبال احزاب و جریان های سیاسی، من فهم میکنم میتره تا یک برنامه کاملا متفاوتی داشته باشیم که جایگاه احزاب و جریان های سیاسی و گروه های زینفوس در جامعه افغانستان در کجا هست. انشالله راجع به موضوع بس خواهیم داشت، اما مشخص حالا مشخصه کمکاری نمیپذیریم.
عواملی که من بررسی کردم که چرا حضور مردم کمرنگ است به خاطر ثبت نام، اگر اجازه باشه که خدمت شما عرض کنم. ببینید، اولین چیزی که مطرح شد بحث بحران انتخابات 2014 است. عدم اعتماد یا از دست رفتن اعتماد مردم به پروسه های دموکراتیک مانند انتخابات، این عامل اصلی است که هنوز ذهنیت به شهروند افغانستان دقیقا بیباور است به انتخابات و هنوز اون کابوس گذشته را بیاد داره. مورد دوم یا عامل دوم که بسیار مهم است، اینا جزء عوامل میشه گفت که اصلی است، به تأخیر انداختن بیش از حد انتخابات توسط حکومت وحدت ملی. آنقدر به تأخیر و به تعویق انداختن تا با یک عالم چالش روبرو شدیم و مردم کاملا بیباور شد به انگیزه و اراده حکومت وحدت ملی. ما در دقیقه 90 داریم انتخابات برگزار میکنیم و تصمیم میگیریم. عامل سوم، عدم امنیت کافی و ویژه به خاطر پروسه‌های انتخاباتی است. پروسه‌های انتخاباتی در کشورهای پسامنازعه، در کشورهای پر از جنگ و ویرانی مانند افغانستان باید به صورت ویژه گرفته بشود به هر طریق ممکن. شما با یک کار ویژه ها و به صورت با میکانیزم های ساده امنیتی نمیتونید یک انتخابات را در درون افغانستان مدیریت کنید. عامل چهارم، بیباوری به کمیسیون های انتخاباتی. مردم و جریان های سیاسی بیباور بوده. ما بارها فریاد زدیم، بارها گفتیم که کمیسیون توانمندی فعالیت در بخش انتخابات را ندارد، آن چیزی که ما تقاضا داریم، هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ سیاسی. هم به لحاظ تکنیکی کمیسیون متأثر است از حکومت، هم به لحاظ سیاسی. وقتی شما به خاطر برچسب بر روی تذکره ها ارگ نفوذ میکنه و سلطه‌گری میکنه بر کمیسیون انتخابات، یک مورد بسیار کوچک و ساده پیش با افتاده ای که باید ماها قبل حل میشد. دقیق. خب شما چقدر میتونین استقلالیت کمیسیون انتخابات رو بپذیرین؟ دقیقاً من حس میکنم که اراده کمیسیون انتخابات در قلمرو اراده حکومت است یا در امتداد اراده حکومت است. خب نقد نهادهای ناظر هم این است. و بعد بیباوری مردم به اصل نمایندگی و به نماینده. مردم واقعاً به اصل نمایندگی بیباور شده و به نماینده هایی که اکثر نماینده هایی که در پارلمان افغانستان است که هر روز دست به معامله گری میزنن و درست نمایندگی کردن نمیتونن و سه اصل قانونی خود را درست پیش نبردن، مردم بیباور شدن. این عواملی هست که من بررسی کردم به عنوان یک شهروند افغانستان و میتونم بگم که جزء عوامل بسیار اصلی است در اینکه چرا مردم حضور کم رنگ دارن به خاطر ثبت نام. اون نقد که بر اعضاب و نهادهای سیاسی حالا جواز است. حالا ببینید، اولا بیاین تفکیک کنیم جریان های سیاسی، احزاب و گروه ها و افراد و اشخاص زینفوزی که میتونن که مردم تشویق کنند. ببینید، یک هماهنگی در بین احزاب و در بین جریان های سیاسی که بتونه واقعا از روند انتخابات حمایت کنه وجود نداشته. من میپذیرم که وجود نداره، اما جریان های سیاسی هستن که دقیقا جز برنامه هایشان است که از برنامه انتخاباتی حمایت کنن. ما به عنوان جریان سیاسی که معتقد هستیم به انتخابات و بازگشت به قانون اساسی و مشروعیت سیاسی را از راه انتخابات میدانیم، همواره بر انتخابات تاکید کردیم، اما با نگرانی هایی که داشتیم. نگرانی های خود را ماها قبل به مردم افغانستان ما گفتیم. تنها نگرانی یا راه های حل پیشنهاد کردیم؟ ما راه حل پیشنهاد کردیم. ما برنامه داشتیم، یک برنامه مدون انتخاباتی داشتیم. بارها در جلسات کمیسیون انتخابات دوستان و متخصصین محور حضور داشتند، اما دیدن که دقیقاً در اینجی هیچ نوع شفافیتی وجود نداره و هیچ وقعی هم نمیگذارن به این که بیان از یک جریان سیاسی کمک بگیرن. اما برمیگردم به این که اگر شما این را چنین تصور کنین که اگر ما آمدیم با یک دیتاها و با یک معلومات کافی گفتیم که حکومت قصد دارد مهندسی کند، حکومت قصد دارد که افراد و اشخاص خود را به پارلمان ببرد، این را نباید آقای ایوب زاده به نام توطئه در نظر بگیرند. من بسیار برام جالب نیست که آقای ایوب زاده به عنوان نماینده یک نهاد نظارتی بر انتخابات افغانستان این را توطئه میدانند. شما اگر نامیان توطئه خوانده شد، شما ببینید این بحث نامی نیست. وقتی که ما و جریان های سیاسی در مسائل انتخاباتی وقتی که نتانستن یا عوامل بازدارنده ای هست که نمیتوانند به مردم بگن که قاطعانه شما به پای صندوق های رای بروید یا قاطعانه بگن که شما برین ثبت نام کنیم، اینو به پای توطئه نگذارید. حکومت دقیقاً مهندسی کرده، انتخابات مهندسی شده است. من همین حال به شما میگم، اگر انتخابات برگزار شد دقیقاً مهندسی های هست، ما معلومات کافی داریم، دسترسی داریم، برای ما کاملا روشن و واضح است. اگر
این را هم میدانیم که ممکن وضعیت تورید مهندسی شده باشد که اصلا انتخابات صورت نگیرد. در هر دو حالت شما مهندسی رو میبینید. این دخالت های حکومت و ارگ را که شبانگاه تصمیم میگیرد و فرمان صادر میکنه و دخالت مستقیم دارد بر کمیسیون انتخابات، این را شما چی میدانید؟ این را چی میتونید، چطور میتونید که تحلیل کنین و چی تحلیل میکنین؟ آیا این دخالت ها یک دخالت های بدون رمز و راز است؟ خب یقینا نیست دیگه، یقینا حکومت برنامه های خود را داره. ما متاسفانه که وضعیت بحرانی شده. شما از توطئه حکومت و برنامه حکومت یاد کردید. با این وضعیت شما متأخر هستین که حکومت چون این کار را خواهد کرد، با این وضعیت بازم میرین به طرف انتخابات شرکت میکنین؟ ما نگرانیم. بله ببینید، یکی بحث مشارکت سیاسی است. ما نمیخوایم دموکراسی در افغانستان لطمه ببینه. خب چگونه دموکراسی؟ دقیقاً ببینید، دموکراسی که حالا ما حکومت توطئه میکند. بله نمایندگان خود بله. اجازه بدید هر مشارکتی دموکراتیک نیست. شما اگر مردم را به زور به پای صندوق رای ببرین، خشونت نمادین است. شما تولید خشونت کردین. شما یک دقیقاً دموکراسی را زیر پا کردید. مردم را شما به زور تشویق کنین به پای صندوق‌های رأی ببرین و بعد یک فاجعه بشه. همین مردم باید از کی پرسان کنن؟ حکومت که پاسخگو نیست. از ما پرسان میکنن، از یک جریان سیاسی پرسان میکنن. هیچ اطمینانی نیست. یعنی به عبارتی من خدمت شما عرض کنم آقای فیضی که قطعیت وجود ندارد. یعنی شما قاطعانه نمیتونین به عنوان یک شهروند، به عنوان یک جریان سیاسی، به عنوان یک شخصیت زینفوس قطعاً و قاطعانه به مردم بگید که بله انتخابات میشود، شفاف میشود، به باب میلتان است و رأی شما میتونه سرنوشت شما رو رقم بزنه. وقتی چنین اطمینانی و اعتقادی و قطعیتی وجود نداره، پارادوکس تولید میکنه، تناقض تولید میکنه. از طرف ما هم به عنوان یک جریان سیاسی دقیقاً مشمول این تناقضات هستیم. از جانبی اجازه بدید، از جانبی ما باید به عنوان یک عضو جریان سیاسی باید به مردم بگم شما برین مشارکت کنید. درست است. چرا؟ چون به دموکراسی باور دارم و میدونم که از راه انتخابات است که سرنوشت ما به صورت دموکراتیک رقم میخوره. و از جانبی هم میبینم ناامنی است، از جانبی هم میبینم که دستکاری است، از جانبی میبینم دخالت است. خب من مجبور اینا رو به مردم باید تبیین کنم، به مردم باید بگم که این مشکلاتی ما بر سر راه انتخابات افغانستان داریم. بله تشکر. ببینید خارج از وقت فلانی پس از وقت فدامه بس. سلام مجدد، بعد این بحث ما خوش آمدید. موضوع بحث ما مداخله حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات. مهمانان من در بحث آقای محمد نعیم ایوب‌زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، آقای رحمت الله بیژن‌پور، آگاه سیاسی، و آقای عبدالمعین معین، عضو شورای رهبری محور مردم افغانستان. آقای ایوب‌زاده، خب ناامنی واقعیت است، مداخله حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات واقعیت است، مهندسی حکومت این هم واقعیت است. پس این توطئه نیست. به این پاسخ بده. اولی که وقتی که احزاب سیاسی در کشور فعالیت میکنن، به اساس شاخصه های نظام فعالیت میکنن. نظام ها نظام دموکراتیک هست. آخر. و به اساس از او باید رهنمودی باشه. نه آنچه که ما از گذشته برای ما میراث مانده. ما اگر مطابق نظام خدایار نسازیم، چیزی که در طول 16 سال صورت نگرفته. ما رفتیم بیشتر اتکا کردیم به سنت ها و نظام قبلی، خواستیم احزاب به اون وضعیت پیش بره و به همین دلیل نتونستن بهترین بازیگر در انتخابات باشن. به اساس رهنمود فعلی و شاخصه های نظام، احزاب باید بهترین بازیگر باشن. بازیشان هم مطرح میشه در انتخابات، یک بازی مشروع. اما آیا میتونیم از ناامنیشون پوشی کنیم؟ از مهندسی حکومت اجازه بدین پوشی کنیم و یا مداخله حکومت؟ اجازه بدین بس ما میخوایم همین مساله رو مطرح کنم. ما یک سلسله پیش داوری ها رو مطرح میکنیم که کاملا ناکامی را میپذیریم و کاملا خود را تسلیم میکنیم با چهار تا فردی که در چارچوب حکومت هست. حتی بیرون هم برآمده نمیتونه، بیز مردمی نداره و ارتباطات هم نداره و وابسته هم نیست و هیچ انگیزی هم به این مسئله وجود نداره. ما وقتی که با این بزرگی، با این حضور گسترده ناکامی را از امروز میپذیریم، با چند تا پیشداوری و قدرت هم میتونیم برای چهار تا کسایی که اصلا از وضعیت و بک‌گراند و پیشینه و خبر نداره و بیز مردمی نداره، به این معنا که ما اونمو زمینه را فراهم میکنیم به اون مهندسی که ما در موردش صحبت میکنیم. ولی یک موضوع دیگر باید در نظر داشته باشیم که همین اشخاص افراد که شما یاد کردین که بیز مردمی نداره، اینا فعلا مدیریت میکنن پروسه را؟ امی طرحهای ما، امی تئوریای ما، امی استراتژی ما به قدرت رسانده. و اگر نیاز باشه یک برنامه دیگر بگیرین، ما بسیار مفصل و مستند براتون اسنادوار براتون توضیحات میدم. اما بحث عمل کرده ما باعث مداخله حکومت در کار کمیسیون شد. ما هستیم که قدرت، ما هستیم که اینا را مثلا فرصت براشون میدیم که این وضعیت ادامه بدن.
ما هستیم که به یک نحوی زمینه سازی میکنیم برای امتیازگیری و امتیازدهی. یک نقطه اساس به عنوان یک سند براتون میخوام ارائه کنم. هفته گذشته رئیس جمهور با احزاب سیاسی با 17 احزاب سیاسی جلسه داشت. دقیقاً شو کاملا در جریان هستیم. خیلی از مسائل در این جلسه مطرح کردن. حتی یک خواستن که کمیته تشکیل شود در وجه کمیسیون عضویت داشته باشه. آیا 17 حزب سیاسی کدام حزب است؟ اونا احزاب سیاسی نیستن؟ وقتی که احزاب سیاسی، من نمیخوام که کل رو قضاوت کنم در موردش، تعداد احزاب ساختاره بهتر هم هستن، اما اکثریتش بعد غرق در معامله گری هستن که حساسات دورنما و استراتژی ساختار منام حزب سیاسی و ائتلاف سیاسی دور میمونه از پروسه، دور میمونه از وضعیت و به همین دلیل ما به نظام و به سیستم سازی در کشور نمیده. یک موضوع دیگر در نظر داشته باشه مقای ابزاده کشور های جانسی و متاسفانه اینا کپی ها میداشته باشن، جامعه مدنی واقعی، جامعه مدنی حکومتی، احزاب سیاسی واقعی و احزاب سیاسی حکومتی، همین گونه اشخاص، افراد و فعالین همچنان. با توجه به این مسئله حکومت افغانستان با کدام احزاب میای مشوره میکنه و دیدی کدام احزاب میخواد بخواد داشته باشه؟ احزابی که مطرح هستن، احزابی که توانایی داره، اونا خودشان به شاخصه های برای توانا و یا نبود توانایی در حزب خودشان تشخیص میدن، اونا دکترها هستن برای سیاست خود، برای کار خود و اینمی مهارت در خود دارن. صادقانه براتون بگویم که خیلی خوب تشخیص میدن و خیلی خوب اینمی بازی ها را شکل میدن. از نقطه نظر محتوا اصلا چیز نمیفهمند، ولی در شکلیات به حدی اینا مهارت دارن که خیلی خوب به نفع خودشون بازی انجام میدن. ببین 17 حزب سیاسی را اینا میرن باهاشون صحبت میکنن، کفم میزنن با هم، تفاهم میکنن و میخندن و روی بعضی از مسائل هم بحث صورت میگیره و توافق میکنن. پس من احزاب سیاسی دیگه که بیرون از ساحه است اینا را به یک نوع اگنور میکنن، نادیده میگیرن در پروسه کلان ملی. ما میخوایم براتون بگم اگر ما به عنوان شهروند آگاه، چی در ساختار سیاسی، چی در جامعه مدنی، چی کسایی که تا دکاندار هستند، اگر ما میایم قربانی پیش داوری ها شیم، به این معنی که هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. ما زمینه را فراهم میکنیم با 4 تا طالب لوچک و 2 تا دانش بی فرهنگ و کسایی که در حکومت هستند که بیز مردمی ندارند. بله. و حالا مشخص ناامنی واقعیت است در شرایط کنونی افغانستان یا خیر؟ ناامنی را به عنوان یک شهروند آگاه، ریشه هایش ما در چی ناامنی مشخص سال هاست چند ناامنی شما تعریف کنین. به ناامنی در کجا میگین؟ وقتی که شما ناامنی را مطرح میکنین، ناامنی بیشتر از 5 دهه است که در افغانستان حاکم است. امنیت سرتاسری در سطح ولسوالی ها، ببینید شما اگر نظام ها رو ببینید، اگر نظام کمونیست بود در مراکز قدرت داشت، اگر مجاهدین بود در سطوح محلی بیشتر در قدرت بود. این قسم تغییر تبدیل شده ولی 100% امنیت تامین نشده. مداخله حکومت نمیپذیرین؟ واقعیت نیست. حکومت ببینید، حکومت مجبور است به خاطر بقای خود مداخله کنه، مهندسی کنه، واقعیت است. هر کار که دل تنگش بخواهم میکنه، اما ساختارهای سیاسی چه بلاخرجی؟ آیا اونا توانایی ندارن؟ اونا دانش سیاسی ندارن؟ اونا حمایت مردمی ندارن؟ اونا استراتژی ندارن؟ آیا اینقدر ضعیف هستن نسبت به 4 تایی که اصلا بیز مردمی نداره؟ اونا تسلیم شان با اصلا با یک تعداد کسایی که اصلا نه دورنمایی برای افغانستان دارن نه استراتژی دارن. ما اگر به ایمان کسی در ساختارهای سیاسی می بودم، هیچ وقت نه قربانی این پیشاوری ها می شدم و نه اجازه می دادم از طریق حمایت های مردمی که 4 تا کلاهبردار بیا سرنوشت افغانستان دامن بزنه و ما رو ببره به طرف یک بحران لایتنایی که اصلا دیگه کنترلش از توانایی هم خارج است. من پیشنهاد می کنم که اگر واقعا احزاب سیاسی میخواین در انتخابات اجازه ندن پیجاوری ها رو نشن، من مطمئن هستم اگر برای حمایت مردم، برای اشتراک مردم نیاز نمی بود، این قدر دغدغه ها صورت نمی گرفت، حتی قدر مصرف هم نمی کردن و وقت خودم ضایع نمی کردن. بنا نقش مردم، اشتراک فعال احزاب سیاسی از جمله شاخصه هایی است که مشروعیت این نظام و قدرت به این نظام میتونه مورد تایید بزنه باشه. آقای بجنپور، ریاست جمهوری افغانستان فرمان داده که هیچ کس حتی با شمول خود رئیس جمهور نباید در کار کمیسیون مداخله کنه، در پروسه انتخابات باید مداخله کنه. فکر میکنید که این فرمان عملی شود و خود شخص رئیس جمهور پس از این مداخله نکنه و واقعا حرف و عملی که شود؟ خب سادشوار است که ما بپذیریم که روند انتخابات به گونه دموکراتیک است که تنها نهادهای معذف در انتخابات تصدی میکنه وضعیت را و پیش میره و اوضاع و مردم هم به اصطلاح محمول و میدان و او به اصطلاح کارزاری هستن که نهادهای انتخاباتی مصروفی هستن.
بیشترین مداخله ها، بیشترین تشبث، بیشترین به اصطلاح یدک زدن ها از سوی حکومت و نظام است در وضعیت. گفتیم کمیسیون متاسفانه به کمیسیون بالغی سیاسی بدل نشد. روند انتخابات و او عیب شناسی و جریان شناسی قبلی در باب مشکلات انتخابات پیشین که در احزاب مطرح شده بود متاسفانه او را جدی نگرفتند. ببینید مهمترین مسئله این بود که دولت منتخبی به اصطلاح که منجر به ائتلاف شد، یک ائتلاف به جای انتخابات آمد، امی دولت متعهد شده بود که اپوزیسیون را شکل میده تا در واقع اپوزیسیون نظارت واقعی بکنن بر روند دموکراتیک. حتی گفتن ما بودجه در نظر میگیریم. بودجه در نظر میگیریم. امی دکتر اشرف غنی وعده کرد که ما یک بودجه را در نظر میگیریم و ما بسیار از اصطلاح خوشم میآمد اون زمان که، ولی یک بودجه در نظر میگیریم و بسیار روندی به اصطلاح اپوزیسیون را مثل کشورهای دیگه منطقی میسازیم. در زمانی که شما حکومتی بودید. در زمانی که ما در انتخابات در کنار به اصطلاح این نظام ائتلافی بودیم. اما دیدیم که اون مسئله یک بحث عبث بود، یک مسئله بسیار پادر هوا بود که هیچ پادر زمین نیافت. دوم تلاش میکنه حکومت که احزاب در چیز شرکت نکنن، در روند نباشن، احزاب در حاشیه نگه میدارن و با تشکیل هر حزب توطئه های شروع میشه و یا احزاب به اصطلاح تحت فشار قرار میدن یا شخصیت ها را تحت فشار قرار میدن یا به اصطلاح کش و گیر و نمیدانم بزنگریزی به وجود می آمانند. وضع کنونی که جنرال دوستم به کجا رفت، اصالت ها را به چی سرنوشت رساندن و مترتب آقای احمد جای مسعود در چی سرنوشتی رفت. امینا کسانی بودن که یا به یک ترتیبی در انتخابات قبلی مشارکت داشتن و در نظام بودن و امی هر سه آدم که در نظام به یک ترتیبی بودن. اما امی که اعتراض انتقاد علیه وضعیت شروع شد که اراده سیاسی نیست، اصلاحات ممکن نیست و دولت اراده نداره، حکومت یک چیزی به اصطلاح مندرآوردی است، دیدیم که اینا شروع کردن برای مثلا فروپاشاندن ائتلاف ها و اتحادیه ها و اینا. اما شاید هستم که در این اواخر ارگ ریاست جمهوری با 17 حزب مشوره کرد. خب ببینیم این احزاب کدام هاست. ببینید ما در حدود 60 و چند حزب داریم در حال حاضر که راجستر هستن در افغانستان فعالیت میکنند. میان این 60 و چند حزب ما 7-8 تا حزب میتونیم سرش حساب کنیم که هستن. بقیه اینا احزابی بوده که به یک ترتیب ثبت راجستر شدن اما حزب نیستن، با مردم میانه ندارن، از مردم نمایندگی کرده نمیتونن. یک شخصیت آمده با چند تا آدم شناسای خودش ثبت راجستر شده و حیث یک حزب در یک مرحله بسیار آسان. اما آقای ایوبزاده چند از پیش اشاره کرد که این احزاب گفتن خوب معامله گری ریا دارن. راست میگه. ببینید اینا احزاب برای تعامل ساخته شدن نه برای سیاست. اینا آمدن که ارگ بخواه اینا را ورنمود کنه که آقای احزاب هم هست با ما، ما داریم کار میکنیم، احزاب هم هست. ولی احزاب در روند دموکراتیک سازی وضعیت نقشی ندارن. احزاب چون خود حزب نیست. هشت هفت حزب که شما اشاره کردین که حرف برای گفتن داره، اما اونها هم دقیقاً در معامله گری نقش ندارن. ببینید یا هر حزبی، هر حزبی برای معامله به وجود میاد. نفس سیاست تعامل است. دقیق. تعامل یعنی معامله کردن. این معامله برای ایست که در جامعه چیز به اصطلاح کار رو به خیر برسانی. منفعت شخص او در واقع چی نیست، یک حرکت سیاسی نیست که منفعت خود داره تأمین میکنه. ولی تمام احزاب حق دارن که نمایندگی کنن از این بخش های از جامعه و مردم را در واقع رأیش در یا نظرش یا دیدگاه هایش برای نظام حالی کنه، برسانه. در همه نظام های دموکراتیک احزاب روند را مدیریت میکنن. حکومت ها موقتی است، حکومت 5 سال در نظر گرفته میشه باز بعد از 5 سال تجدیدش میکنن و روندی به اصطلاح نظارتی سیاسی و حزبی ادامه داره. احزاب ما چرا به بلوغ نمیرسن؟ احزاب ما چرا به او وضعیت نمیرسن؟ یا قومی باقی میمونن یا به اصطلاح ایدئولوژیک باقی میمونن یا حکومتی باقی میمونن، یک نوع حکومتی که داختر از حکومت. به این منظور ما باید جامعه احزاب سیاسی را عدم موجودیتش در دولت کاملا ببینیم. دولت علاقه نداره که احزابی به اسلام مهم و تاثیرگذار بیایند و در اینجا نقش داشته باشند، چون نقد نمیپذیره. دولت به اصطلاح حالیش نیست که نقد کنی. این دولت یا باید براندازیش کنی که در واقع متوجه بشه در او سطح. ولی شما دیدین که با بیشترین تظاهرات و دیمونستراسیونی که در بازار بود و در میدانها بود، دولت در واقع نپذیرفت چیزی را برای اصلاحات، برای تغییرات پیشنهاد شده را نپذیرفت. و وقتی نیات مردم، نظریات مردم نه تنها پذیرفته نمیشه بلکه منفجر و منتحر میشه، بعد چی چیزی دیگه باقی میمونه برای تمثیل دموکراسی؟ آقای بجنپور،
آقای مهین، وقتی که ما پیشداوری ها میکنیم، پیشداوری را میپذیریم، در حقیقت ناکامی خود پذیرفتیم، قربانی پیشداوری میشویم. وقتی که قربانی پیشداوری شدیم هیچ چیز تغییر نمیکنه. موافق هستین؟ ببینید، پیشداوری هم در جوامع سنتی همواره هست، جوامع ارزشی. پیشداوری بیشتر یک امر ذهنی است و این وجود داره، یعنی به عنوان یک اصل شما نمیتونید پیشداوری ها را بردارین به عبارتی با واقعیات، با آنچه که میگذره هم در سطح اجتماعی و هم در سطح سیاسی. حالا ما میخوایم که اصلا بحث از جا دیگه شروع کنیم، که رفت بدیم به این که خب بالاخره این احزابی که با حکومت افغانستان نشست داشتند و 17 حزبی که شما یاد کردین که با حکومت، اینا برای چه نشستن و به خاطر چی نشستن و هدفشان به خاطر چی بوده؟ خب فلسفه نشست مشخص بود، مشورت بله، در مورد پاسخ عزیز. ببینید، باید این را طور دیگری بحث کرد. ببینید، احزاب در افغانستان، پیشتر خدمت شما عرض کردم که شما یک برنامه دیگه بگیریم تا ما در قسمت احزاب افغانستان و اینکه چرا به تکوین نرسیدن یک بحث کاملا جامعه شناسی بکنیم. اما حالا یک مقدار میخوام که یک بابی باز کنیم در این قسمت. در افغانستان احزاب متاسفانه فرد محور هستند، نه برنامه محور. این یک مسئله بسیار عمده است و مهم است و بیشتر بر احزاب سنتی در افغانستان از ابتدای پیدایش و احزاب جهادی افغانستان بیشتر بر روی افراد تکیه کردن و بیشتر فرد محور هستند و بیشتر با چهرهای کاریزماتیک تانستن که حزب و حیات حزب را نگه دارن و با فوت یا با مرگ رهبر حزب یا با انزوا گرفتن رهبر حزب، دقیقا حزب یا فرو می پاشد یا به چند دسته دیگه تقسیم می شود، شما عملا می بینید. اما ما کمتر حزب ملی و حزبی که مردمی باشد و تو با توده ها سر و کار داشته باشد در درون افغانستان میتونیم پیدا کنیم، یعنی از یک بستر توده ای که بتونه که رشد کند و بستر تکوینی خود را تهی کند و بتونه که در قضایای سیاسی افغانستان نفوذ داشته باشد نمی بینیم، به خاطر که عوامل مختلفی هست که باز میشه بعدها رویش بپردازیم. اما برای احزاب در قانون افغانستان خیلی جایگاه درستی در پارلمان در نظر گرفته نشده. این هم یکی از عوامل بسیار مهم است که احزاب به صورت پراکنده عمل میکنند و احزاب نمیتونن به صورت استراتژیک برنامه ریزی بکنن تا در انتخابات ها نقش اصلی داشته باشن. شما اجازه بدین ببینین، انتخابات از آن احزاب است. حزب با انتخابات پیوند دموکراتیک دارد و احزاب فرزندان دموکراسی هستند. یعنی شما دموکراسی رو با حزب میتونین خوب مشاهده کنین، با حزب میتونین که خوب لمس کنین. وقتی که احزاب این مسیر قانونی را نتونن طی کنن و برایشون مهیا و میسر نشده باشه، خب چون دست به چون این کارهایی میزنن. ببینید، یک تفاوت دیگری هم بین احزاب و گروه های زینفوز است. احزاب نگاهشان به رسیدن به قدرت است، یعنی که قدرت فعلی باید برداشته شود، ما مبارزه کنیم تا ما به قدرت برسیم. متاسفانه نقش اکثر احزابی که جناب آقای بیژنپور هم نام گرفتن نقش گروه های زینفوز است. به جای اینکه به حذف حکومت فکر کنن، به جای اینکه حکومت را کنار بزنن و خودشان به قدرت برسن، میخوان که با حکومت معامله کنن. اما فکر نمیکنید این معاملات هست که این مشخصه برمیگردد به اون فلسفه وجودی احزابی که در خب افغانستان بله، بله، داخل احزاب فرد نه نه تنها احزاب افغانستان که فلسفه وجودی حزب است. حزب دقیقاً نگاه معطوف به قدرت دارد که اینکه قدرت فعلی باید از طریق دموکراتیک باید کنار برود و این بیاد قدرت رو بگیرد در یک مبارزه انتخاباتی و دموکراتیک. اما وقتی که چنین راههایی میسر نیست به لحاظ حقوقی و چنین راههایی میسر نیست به لحاظ سیاسی، احزاب و فعالیت هایی که باید در درون اجتماع داشته باشند دیگر ندارند. پس نمیتونند احزاب نقش آنچنانی همچنان در انتخابات بازی کنند. یقیناً وقتی احزاب خودشان را در یک پروسه انتخاباتی نمیبینند، میل کمتری دارن تا به آرای مردم رجوع کنن. وقتی خود را ببینن دقیقاً به آرای مردم رجوع میکنن. چرا؟ چون کار حزب، کار حزبی یا کار یک کسی که در حزب کار میکنن، سر و کار داشتن با آرای مردم و افکار مردم است. در ختم هم خدمت شما عرض کنم که متاسفانه کسانی که با حکومت میرن میشینن به خاطر مسائل مختلف، به خاطر حفظ وضع موجود معامله گری میکنن، نه اینکه به خاطر که ما یک تغییر بنیادی بیاریم. این بسیار مهم است. من به صراحت به شما میگم اما همین اعصاب فرد محور حالا میتونه تغییر بنیادی در شرایط کنونی بیاره؟ یقینا نمیتونه. شما این تغییر بنیادی یک بیس اجتماعی و فرهنگی کار دارد، یک بیس آنی کار ندارد. متاسفانه اعصاب افغانستان، بله، من اکثر اعصاب افغانستان مردود میدارم، چه اعصاب جهادی، چه اعصاب چپی، چه اعصابی که به راهنماهای معاملات تبدیل شدن که تشکر. دیروز وزیر بودن، امروز رئیس حزب شدن. نه، چون اعصاب تاثیرگذار نیستن، اما جریان های سیاسی، افراد و اشخاصی در
بعضی احزاب هستن که دقیقا استراتژیک فکر میکنن، دقیقا بنیادی فکر میکنن و با یک اراده راستی نه دروغین میخوان که از طریقه های بسیار مشروع، ساده و بدون دردسر وضعیت کنونی را به وضعیت مطلوب تغییر بدن. آقای معین، آقای حفظاده بسیار کوتاه بفرمایید. حالا حکومت افغانستان در هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم گرفته که در عقب کپی تذکره استیکر را بچسبانند. فکر میکنید که با این وضعیت انتخابات افغانستان چگونه خواهد بود؟ بسیار کوتاه. میخوام کوتاه بگویم که شکلگیری حزب در مخالفت به اساسات نظام هست در افغانستان تا اکنون و به همین دلیل ما به مقصد نرسیدیم. دو، حزبی که 17 حزب کجا اشتراک کردن حزبی هستند که در قدرت هستند. یکیش رئیس شورای لیسال هست، یکیش معاون ریاست اجرایی هست، یکیش وزیر امور خارجه هست. تمام اینا در قدرت هستند. اگر واقعا عذاب هستند، اینا راجستر شدن توسط وزارت عدلی افغانستان. وقتی که اینا به عنوان یک حزب راجستر شدن دیگه از این بیشتر روشنی در مورد ساختار یک حزب کار کرده بیشتر بوده نمیتونه. من میگم که اینا بیشتر معامله‌گری از اینا بیشتر بر مبنای روزمز هست. اینا دارای یک استراتژی، یک دورنما نبودن، نیستن. اگر میبودن ما به این وضعیت قرار نمیداشتم. بنابراین بس این که حکومت تحمیل کردم چکتر هر برای کمیسیون، خوشبختانه تا جایی که ما در جیران هستیم 4 روز کمیسیون مخالفت نشان داده که بس اکثریت مطرح میشه. بنابراین نیاز نیست که حکومت تحمیل کنه و ما جزئیات این قضیه را ان شاء الله در کنفرانس فردا به ملت افغانستان ارائه خواهیم کرد. آقای بجنپور کوتاه بفرمایید، با توجه به این وضعیت چه کار باید صورت بگیره؟ به نظر من بسیار آسان است. اون چارچوب هایی که به عنوان اصول پذیرفته در حقیقت اونها باید رعایت بشن. نقش حکومت نقش به اصطلاح برهم زننده نباشه. حکومت یا غیرینک نه در روند انتخابات و دموکراسی را به این گونه به اصطلاح مورد بازی قرار نده. عادات سنتی را به اصطلاح قربانی وضعیت کنند، نه اینکه وضعیت را قربانی عادات سنتی خودشان. تشکر آقای معین، حرف اخیر شما میخوام بشنوم. متاسفانه ما در یک وضعیتی هستیم که خیلی از کارهایی که باید قبلا انجام میگرفت دقیقاً انجام نگرفته و امروز ما در یک وضعیت بسیار بد قرار داره. هم کمیسیون، هم دخالت های حکومت و هم نقش جریان های سیاسی افراد و اشخاص دقیقاً داریم در یک تناقضات به سر میبریم که بسیار تکان دهنده است. اما با آن همه تقاضای ما است که حکومت در امور کمیسیون انتخابات دخالت نکند و افراد و اشخاصی هم که در کمیسیون انتخابات هستند آنقدر در درون ارک حاضری امضا نکنند. تشکر. دقیقاً کار خود را انجام بده. تشکر آقای معین، آقای ایوب‌زاده و آقای بجنپور از حضورتان در بس ما بینید. های عزیز، با تماس های مکرر که با کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم متاسفانه نتونستیم یکی از اونها را در این بحث حاضر بسازیم و سوالایی که مربوط به اونها میشد به پاسخ ماند. تا برنامه بعد شما را بر لایه پاک میسپارم.